کتاب و تذکرت الحفاظ باز مربوط به ذهبی ناسبی است. اینه که من از ذهبی هی آوردم به خاطر که ذهبی هم جزو یکی از اون 5 نفری است که اهل سنت سر سفره او بزرگ شدن. این هر چی دارن امروزی ها دیگه بیشتر از این 2 نفر 4-5 نفر نیست. جلد اول چاپ دارالکتب العلمیه بیروت صفحه 7 دقت کنید، اینجا هم آقای ذهبی این حدیث رو نقل میکنه. عن شعبه عن سعد ابن ابراهیم عن ابیه ان عمر حبس ثلاثتون، میگه عمر 3 نفر رو زندان انداخت. کیا بودن؟ ابن مسعود و عبد دردا و ابا مسعود الانصاری. این 3 تا صحابه بزرگوار پیغمبر، یعنی ابن مسعود و ابا دردا و ابا مسعود از انصاری رو عمر اینا رو زندان کرد. به چه جرمی؟ فقال قد اکثرتم الحدیث عن رسول الله. استغفر الله، چون زیاد میگی قال رسول الله باید زندان. چه منطقی است؟ صحابه پیغمبر مگه برای شما محترم نیستن؟ به ما میگید دشمن صحابه. حالا ببینید کی دشمن صحابه است. ما رفتیم صحابه رو زدیم، ما صحابه رو زندان کردیم، ما زجر دادیم صحابه رو که الان خوندیم براتون که غیر واحد من الصحابه. بسیاری از صحابه رو عمر زجر میداد که چرا میگه قال رسول الله. حالا از اون برم آقایون، از اون برم آقایون فتوا میدن هر کس به صحابه توهین کند کافر است. جرأت میکنید بگید عمر کافره؟ توهین از این بالاتر؟ صحابی جلال قدر پیغمبر این پیرمردا رو بگیره زندون کنه که چرا میگین چی؟ شلاق بزنه که اینها چرا حدیث پیغمبر نقل میکنید؟ این هم یک دلیل بر این که آقا عمر خطاب دشمن پیغمبر است. و کسی که دشمن سنت پیغمبر باشه قابلیت پیروی رو ندارد و جانشینی پیغمبر رو ندارد. Straight Away TV.